اینکه امروز مردم هم به بازار پول اعتماد دارن، هم به بازار سرمایه اعتماد دارن، هم رقم پسنداز ما در بانک ها رشد داره، رشد 32% داره، هم حضور مردم در بازار بورس امروز نمایانه که چگونه هست. این به معنی اعتماد مردم هست. بازار داغ بورس تهران در دوران رکود، آیا سرمایه گذاران در حباب افتادند؟ از یک کارشناس بورس میپرسیم برنده اصلی رونق بورس دولت هست یا سرمایه گذاران؟ همچنین در برنامه امشب، سایه تاریک کرونا بر سفره کارگران ایران، ممکن است 6.5 میلیون نفر بیکار شوند. افزایش سکته مغزی در میان جوانان مبتلا به کووید 19، پزشکان میگویند کرونا ظاهرا لخته های خون ایجاد میکند. اهمیت این یافته این است که نه تنها کووید 19 در موارد شدیدش میتونه باعث سکته مغزی بشه، بلکه میتونه فقط باعث عوارض عصبی مثل سکته مغزی بشه بدون درگیری عمده ریوی. و همصدایی در دوران کرونا، کاری تازه از رعنا فرهان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. احتمالاً این روزها اگر خودتان به تب بورس دچار نشده اید حتما درباره اش شنیده اید. اخیراً گروه قابل توجهی از افراد تصمیم گرفتند وارد بازار سهام ایران بشوند، اقدامی که کهنه‌کاران بازار بورس را متعجب کرده. همین صعود عجیب باعث شده که مقام‌های اقتصادی ایران مرتب درباره بورس اظهار نظر کنند. در واکنش به چنین شرایطی تحلیلگران مواضع مختلفی می‌گیرند. عده‌ای از رونق بازار سرمایه و اثرات مثبت آن بر اقتصاد گفتند و بعضی درباره عواقب احتمالی ورود حجم بالای تقاضای تازه واردها و حباب بورس هشدار دادند. اما کدام گروه درست می‌گویند؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. بازار سهام در ایران بی‌اعتنا به شرایط اقتصاد و سایه سنگین کرونا رونق گرفته. نرخ بازدهی کل بورس تهران از ابتدای سال تا به حال، یعنی در حدود 3 هفته کاری، به 65% رسیده. ارزش سهام بعضی از شرکت‌های زیانده از سال گذشته تا به حال بیش از 20 برابر افزایش یافته. رکورد‌های کم سابقه‌ای ثبت شده. به طور نمونه در ماه فروردین ارزش معاملات خرد سهام در مقیاس روزانه به 5800 میلیارد تومان رسید که در مقیاس بین‌المللی بزرگ نیست، ولی در بورس تهران بی سابقه است. مبلغ 9828 میلیارد تومان نقدینگی از پورتفولیوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران حقیقی بازار جابجا شده و بسیاری از سهامداران غیرحرفه‌ای پسندازهای خود را به بورس آوردند. فروردین امسال بهترین ماه فعالیت بورس در نیم قرن اخیر بوده و اگر با همین روند ادامه یابد، اردیبهشت تاریخی تر خواهد شد. این رونق بی سابقه در بورس تهران همزمان با افت شاخصها در بازارهای مالی بین‌المللی پرسش برانگیز است. اما دولت آن را نشانه از مدیریت موفق خود می داند. در حال همه جای دنیا بورس آسیب دیده، وقتی در ایران با نشاط هست، نقدهای بعضن هم غیر منصفانه صورت میگیره، به خصوص شبکه‌های خارجی در این زمینه دقت میکردن، خیلی به دنبال ایجاد واهمه برای حضور مردم در بورس و در این صندوق‌ها هست. به هر حال این یک امر ملی است به اعتقاد ما. در کنار اون مردم هم میتونن سرمایه‌گذاری سودآور خودشون رو داشته باشن. ورود منابع به بازار سهام در مقطع فعلی چند ویژگی مثبت دارد که به نفع شهروندان است. نخستان که دولت با تامین منابع خود از بورس ممکن است از دست اندازی به منابع بانک مرکزی خودداری کند و نتیجه این اقدام احتمالی افزایش کمتر نرخ تورم است.
نکته مثبت دوم کاهش جذابیت سفته بازی در بازار ارز و نوسان کمتر در نرخ دلار است. موارد دیگری نیز به این فهرست میتوان اضافه کرد، اما نکته مهمتر این است که برنده اصلی رونق بورس خود دولت خواهد بود. اینکه امروز مردم هم به بازار پول اعتماد دارند، هم به بازار سرمایه اعتماد دارند، هم رقم پسنداز ما در بانک ها رشد داره، رشد 32% داره، هم حضور مردم در بازار بورس امروز نمایانه که چگونه هست، این به معنی اعتماد مردم هست. درآمد امسال دولت از فروش نفت به واسطه تحریم ها و از دریافت مالیات به دلیل بحران کرونا به شدت با محدودیت روبرو خواهد شد. برای همین دولت از نخستین روزهای کاری بورس اقدام به فروش شرکت‌های دولتی کرد. عرضه اولیه سهام شستا در بورس اوراق بهادار تهران باعث رکورد شکنی شاخص بورس شد و هلدینگ بزرگ شستا، نمونه مشهور، و فروش سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات نمونه‌های تازه‌تر از واگذاری‌های دولت است. برای اهل فن روشن است که هدف از عرضه سهام این شرکت‌ها خصوصی سازی نیست، چون سهام مدیریتی این بنگاه‌ها همچنان در اختیار دولت و زیرمجموعه‌های آن باقی می‌ماند. بنابراین بازار سهام پر رونق و تشکیل صف‌های خرید به نفع فروشنده بزرگ که دولت است تمام خواهد شد. وقتی سرمایه گذاری در صنایع مختلف و ورود به بیشتر بازارها صرفه اقتصادی ندارد، رونق بورس باعث می شود که شماری از شهروندان برای حفظ ارزش دارایی های خود دست کم بخشی از منابعشان را وارد بورس کنند. در این شرایط چند پرسش درباره رونق بورس به وجود می آید. آیا شرکت های بورسی گزارش مثبتی از تقسیم سود خود در ماه های پیش رو ارائه کردند که رونق بورس را توجیه کند؟ یا شرکت‌های صادرکننده بورسی مانند فلزی‌ها و معدنی‌ها افقی از بهبود تجارت خارجی می‌بینند که درگیر بحران کرونا است؟ یا اینکه شرکت‌های بورسی وابسته به نفت مانند پتروشیمی‌ها برای بهبود قیمت جهانی نفت پیش‌بینی متفاوتی دارند که رونق بخش بورس باشد؟ شیدا هوشمندی، BBC. امیر ناصری، فعال بورس و معامله‌گر بورس شیکاگو به ما پیوست. آقای ناصری، خوش آمدید به برنامه. شنیدید در گزارش همکارم شیدا هوشمندی درباره اینکه به نظر میاد هر دو طرف شاید نفع ببرند از شرایط فعلی، هم سرمایه گذار هم دولت. بله، دقیقا همینطوره. اما باید این نکته رو در نظر داشت که در این مدت که بورس‌های مطرح دنیا همه در حال ریزش بودن، فقط بورس ایران، ونزوئلا و زیمبابوه بودن که رشد کردن. سیستم شناسایی سود و ضرر بر حسب ریال یک اشتباهه و باید این شاخص بر اساس یک ارز معتبر بسته شه. از اونجایی که دولت کسری بودجه داره و 45 هزار میلیارد تومان درآمد نفتیش رو بر اساس نفت 50 دلاری محقق نشده، قرار شده 100 هزار میلیارد تومان دارایی‌هاشو بفروشه و شرکت‌های نظیر تامین اجتماعی به همین دلیل عرضه شده. همچنین چیزی حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان ETF یا صندوق قابل معامله در بورس قرار عرضه شه و به حقوقی‌های بازار گفته شده تا به اصطلاح سهم رو بالا بیارن. خب این حالت بورد بورد میتونه باشه از طرفی و از طرفی هم. دولت این شرکت‌ها رو تجدید ارزیابی می‌کنه و مدل ارزش‌گذاری رو به روز می‌کنه. در نتیجه قیمت سهام روی کاغذ بالا میره. این یک نوع تریک هست، تریک حسابداری، به این دلیل که قیمت تجهیزات، زمین و ماشین‌آلات شرکت‌ها به خاطر رکود تورمی که وجود داره بالا میره و این تو تجدید ارزیابی قاعدتاً قیمت سهام هم بالا میره. بزرگترین تریدر دنیا یک جمله داره، جمله خیلی معروف، که میگه آیا پول اومد توی بورس و منجر به رشد بورس شد، یا اینکه بورس رشد کرد و بعد پول اومد توی بورس. الان شرایط جوری شده که همه از روی دست هم میخرن و بازار از تعادل خارج شده و بازارهای جانشینی نظیر ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن در رکود به سر میبرن. دولت به نظرم
خیلی موفق بوده که سرمایه ها رو به سمت بورس ببره که از سرازیر شدن نقدینگی به سمت ارز خصوصا جلوگیری کنه. ببینید در شاخص وزن شرکت های بزرگ نظیر فولاد و پتروشیمی که از افزایش نرخ ارز سود میبرن بیشتر از وزن شرکت های کوچیک پیمانکاری است که از فولاد، برفرض یا پلاستیک استفاده میکنن. در نتیجه رشد بازار به معنای رشد اقتصاد نیست. وقتی سود بانکی 15% و پی بی ای سهم ها 6 تا 7 باید باشه، الان میانگین پی بی ای بالای 10 است، یعنی بازار از حالت تعادل کاملا خارج. آقای ناصری، فکر میکنید که این رشد موقتی خواهد بود یا اینکه ادامه پیدا میکنه؟ 100% ادامه پیدا میکنه، 100%. به این دلیل که ببینید ارزش شاخص بورس رو اگر بر حسب ارز یک ارز بسنجیم، بر حسب ریال قطعا بالا میره و بر حسب یک ارز معتبر کاهشی هست، یعنی قطعا باز بازار به ریال بالا میره و این مدت یک اتفاق خیلی مبارک و به نظر من حکیمانه‌ای برای بازار سهام ایران اتفاق افتاد و اون سهام عدالت بود که باعث میشه فرهنگ بورس زیاد بشه در ایران، چون الان فقط 3-4% مردم کد بورسی فعال دارن تو ایران، در حالی که تو آمریکا این رقم 60-70% و این هجوم به بازار و این سهام عدالت و این عرضه کردن شرکت ها باعث میشه افراد خیلی بیشتری با بورس درگیر شن و افرادی که از قشر پایین تر جامعه بودن از این بهره بگیرن. در نتیجه در سالهای آتی اصلا عجیب نخواهد بود که دولت هر هفته درباره بورس صحبت کنه و مجبور خواهد بود که به مردم پاسخگو باشه، همونطور که الان ترامپ هر هفته درباره بورس کنفرانس خبری داره. بله. هر لحظه توییت میکنه و فوق‌العاده شاخص مهمیه براش. اما سوال اینجاست که ببینید سوال اینجاست اینطوری که شما هم اشاره کردید، در شرایطی که هم ایران در رکود اقتصادی به سر میبره، هم اقتصاد جهان به سمت رکود گسترده پیش میره و بسیاری از صنایع به احتمال زیاد در ماهای آینده تعطیل میشن، ورشکست میشن، چطور ممکنه این روند افزایشی ادامه پیدا بکنه در حالی که فرضاً داشتیم در گزارش شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های صادرکننده فلزات، اینا همشون در ماهای آینده قرار مشکل داشته باشن؟ ببینید اجازه بدید جواب شما رو به صورت یک بیت شعر بگم. شاعر میگه گفتند که حرف تو حساب است، افسوس که ضد انقلاب است. اینجوری نیست که همه شرکت ها ورشکست شد. نه اصلا منظور من اینه که همه شرکت ها دارن ورشکست میشن، ولی تمام بازارهای اصلی بورسی جهان سقوط های چشمگیر داشتند. بله. اقتصاد ایران رو به کوچک شدن، اقتصاد جهان رو به کوچک شدن. پس بر اساس کدام پیش بینی سهامدارا امیدوارند که ارزش شرکت هایی که دارن سهامشو میخرن افزایش پیدا کنه؟ بله، این در اصل یه نوع مکانیسم دفاعی جمعی روانشناسی بازار هست، مبنی بر اینکه زمانی که تورم بالا میره، برای حفظ و بروز رسانی تورم سهام هم بالا میره. دلیل بالا رفتن بورس ایران غیر از اینکه دولت شرکت های جدید رو به بورس عرضه میکنه تا کسری بودجهش رو جبران کنه، غیر از اون دلیلش بروز رسانی تورم هست. همونطور که زیمبابوه، ونزوئلا و ایران در این مدت بورسشون به روز رسانی تورمی شده و بورسشون در این شرایط بد اقتصادی که در کل دنیا حاکمه، این سه تا کشور رشد کرده. متشکر از شما امیر ناصری، فعال بورس و معامله‌گر بورس شیکاگو با ما. سازمان بین‌المللی کار هشدار داده که شیوع ویروس کرونا میتواند معیشت تقریبا نصف نیروی کار، یعنی بیش از 1.5 میلیارد نفر در سراسر جهان را به خطر بیاندازد. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گفته که شیوع کرونا میتواند باعث بیکاری 2-6.5 میلیون نفر در ایران شود. پس فردا روز جهانی کارگر است. این مناسبت تاریخی برای کارگران ایران علاوه بر بیکاری ناشی از بحران کرونا، تفاوت عمده دیگری هم با سالهای گذشته دارد. امسال حداقل دستمزد کارگران تنها با نظر نمایندگان کارفرمایان و دولت و بدون موافقت نمایندگان کارگران به تصویب رسید. آنطور که فیروزه اکبریان در گزارشش میگوید، چشمانداز روشنی هم برای بهبود وضعیت دیده نمی‌شود.
28 هزار کارگر در استان خراسان رضوی بیکار شدند. بیکاری هزاران کارگر ساختمانی ایران به دلیل شیوع کرونا. در استان گلستان بیش از 14 هزار نفر شغلشان را از دست دادند. بیش از 12 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری در استان مازندران ثبت نام کردند. تعطیلی بیش از 15 بیش از 8 هزار نفر حدود 6 هزار کارگر شدن بیش از ایلام در سامانه بیکاری. خبرهایی از این دست در چند ماه اخیر و با شیوع ویروس کرونا بیشتر شنیده می شود. هر روز چند واحد تولیدی بسته می شود و هر روز بر خیلی عظیم بیکاران اضافه می شود. موضوعی که دولت هم بر آن مهر تایید می زند. علی ربیعی سخنگوی دولت حدود دو هفته پیش گفت به دنبال شیوع کرونا میلیون ها نفر در معرض اخراج و بیکاری هستند. و این تصویری تیره و تار از حال و روز اقتصاد در سالی است که رهبر ایران برایش نقشه‌های بهتری کشیده بود. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض می‌کنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. شیوع کرونا باعث شده خیلی از کسب و کارها کرکره‌ها را پایین بکشند. اما شیوع این ویروس و به دنبال آن بیکاری گسترده تنها مشکل کارگران نیست. تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برای خودش هفت خانه رستم بود. کاری که باید پیش از شروع سال انجام می‌شد با سه هفته تأخیر صورت گرفت. در نهایت میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 21% اعلام شد. 1,835,426 تومان. علاوه بر اون افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی به میزان 15% به اضافه 91,000 تومان تعیین شد. نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بارها پای میز مذاکره نشستند. نماینده کارفرمایان گفته آنها توان پرداخت ندارند و افزایش دستمزد باید به بعد از بحران کرونا موکول شود. چون کل دنیا مونده که کرونا خیلی قرار تمومش نزیه، دوستان ما پیشنهاد دادن که بریم بعد از کرونا. نماینده کارگران هم از نیازهای صنفشان گفت. آنچه هم در نهایت تصویب شد با موافقت کارگران نبود. داوود رضوی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه معتقد است افزایش حداقل دستمزد در مقایسه با افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است. به عنوان یک کارگر وقتی میرم در سال جدید نگاه می‌کنم می‌بینم شیر 25%، لبنیات نمی‌دونم، پنیر چه می‌دونم، حبوبات، برنج، روغن، خب اینا دقیقاً دو برابر و بعضی وقتا تا سه برابر اون چه که افزایش میشه درصدش اضافه میشه. بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران باید بر اساس دو معیار باشد. با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده را تامین کند. البته میانگین تعداد اعضای خانوار را مراجع رسمی تعیین میکنند. بانک مرکزی نرخ تورم پارسال را 41.2% اعلام کرد. شورای کار هزینه سبد معیشت کارگران یعنی هزینه خرید حداقل مایحتاج کالا و خدمات ماهانه را برای یک خانوار سه نفره بیش از 4 میلیون تومان اعلام کرده. کارگران معتقدند هزینه واقعی بسیار بالاتر از ارقام رسمی است. کارگران عزیز ما به عنوان امروز رسانه‌های ایران گفتند که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده تا موضوع حداقل دستمزد کارگران را ظرف یک هفته تا 10 روز آینده مورد بررسی قرار دهد. بیکاری بیشتر کارگران و دستمزدهای پایین آنها یعنی نارضایتی بیشتر. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره آن هشدار می‌دهد. این مرکز به تازگی پیشنهاد کرده که دولت با برنامه‌ریزی صحیح مانع از بروز اعتراض‌های صنفی و ناآرامی شود. نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست. ناآرامی‌هایی که جامعه کارگری ایران در سال‌های اخیر بسیار به خود دیده و به خاطر آن تاوان پس داده. کم نبودند کارگرانی که احضار شدند،
حکم گرفتند و یا در زندان به سر میبرند. از افرادی که در اون سال پارسال بازداشت شدن هنوز اونها دارن محکومیتاشون میاد، 5 سال 6 سال. از اعضای خود سندیکای ما، آقای سعیدی، آقای طالب مقدم، دوستان همکار ما، 7-8 نفر دستگیر شدن و 2 نفر احکام سنگین گرفتن و میتونم بگم حدوداً شاید بیشتر از 20 نفر محکومیت گرفتن. شاید به دلیل شیوع ویروس کرونا در مراسم امسال روز جهانی کارگر از این دست اعتراض ها خبری نباشد. اما در کشوری که اقتصادش به دلیل تحریم ها از نفس افتاده و کرونا در خیلی از کسب و کارها را تخته کرده، چشمانداز روشنی برای روزهای بهتر حداقل در آینده نزدیک وجود ندارد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار حوزه کارگری از سیاتل آمریکا با ماست. آقای زندی، خوش آمدید به برنامه. مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که در چند سناریو تعریف کرده و پیش‌بینیش اینه که بین 2,867,000 نفر تا 6,431,000 نفر ممکنه در پی بحران کرونا شغلشون رو از دست بدن. فکر می‌کنید که دولت آنطور که باید قادر هست حمایت بکنه از این افراد؟ قطعاً دولت نه چشم‌اندازی داره و نه توانایی این حمایت رو داره. دلیلش هم مشخصه، یعنی ما فقط نباید زمان رو محدود بکنیم به دوران شیوع کرونا که باعث شده آمار بیکاری ها بالا بره. قبل از اون یک پیکره مرده از اقتصاد ایران باقی مونده بود که دچار مرگ مغزی شده بود و کرونا مثل یک آمپول هوا عمل کرد و باعث به مرگ رفتن این اقتصاد شد. بنابراین اصلا تولیدی وجود نداره به اون معنایی که باعث رشد اقتصادی بشه و یا تولید ناخالص داخلی رو بالا ببره. به همین دلیل بسیاری از کارگاه‌های تولیدی تعطیل شدن عملا و آماری که دولت داره ارائه میده باید به این مسئله توجه کنیم. آمار کارگاه‌های بسیار بزرگتره و همیشه و تاریخاً مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ آماری رو از کارگاه‌های زیر 10 نفر که بخش عمده ای از تولیدات رو در ایران بر عهده دارن ارائه نداده. البته در همون گزارش مرکز پژوهش ها ابراز نگرانی شده راجع به بنگاه های کوچک که بیشتر از بخش های دیگه در پی رکود اقتصادی آسیب میبینن، از جمله بسیاری از افرادی که به صورت روزمزد کار میکنند برای این بنگاه ها. چه کار میشه کرد برای کسانی که روزمزد هستند، بیمه نیستند و هیچ حمایتی ازشون نمیشه؟ ببینید، همیشه مسئله دستمزد تا اسفند ماه قبل از شروع سال جدید مورد توجه رسانه ها بوده و در موردش صحبت کرده و خب در شورای عالی کار که به صورت سه‌جانبه گرایی این دستمزد تعیین میشد. امسال به این دلیل مسئله سیاسی شده و بسیار حادتر شده، جدای از ابعاد اقتصادیش که همیشه مشکلات اقتصادی و عدم خانایی نرخ تورم و دستمزد وجود داشته. امسال به این دلیل مورد توجه قرار گرفته که مورد یک کشمکش سیاسی قرار گرفته. نمایندگانی که اسم نمایندگان کارگری دارن در شورای عالی کار در واقع عضو شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر هستن و همینطوری که میدونیم با رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که در مجلس صورت گرفت، اینها که با علیرضا مهجور رابطه بسیار خوبی دارن زیر اون مصوبه دستمزد رو امضا نکردن. مسئله بعدی نامه رئیس دانشجویی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به ابراهیم رئیسی در 2 هفته گذشته بود که خواهان ابطال مصوبه دولت و شورای عالی کار در مورد دستمزد شد و ابراهیم رئیسی واکنش نشون داد. اون چیزی که ما بیشتر از جنبه اقتصادیش که همیشه وجود داشته و نرخ تورم با نرخ دستمزد خانایی نداشته میبینیم، شاهد یک کشمکش سیاسی و جنگ سیاسی جناح‌های مختلف هستیم که هیچ کدومشون صدای کارگران، تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری رو منعکس نمی‌کنند. به طور مثال آقای رئیسی در آستانه روز جهانی کارگر به جای این که بگه که مسئله اصلی خصوصی سازی‌های بی‌رویه‌ایه که در سالهای گذشته در مورد کارگران صورت گرفته، بازم تاکید بر اصل 44 کرده و فقط مشکلش این بوده که خصوصی سازی به طور کامل و درست در ایران انجام نشده.
یعنی باز همون سیاست‌های دولت‌های قبلی و سیاست‌های فرمایشی که از سال‌های قبل شاهدش بودیم باره اجرا میشه. ولی این وسط به هر حال به نظر من مسئله کارگران ابزاریه برای ایجاد بحران سیاسی و کشمکش‌های سیاسی که بین جناح‌های مختلف در حاکمیت است. آقای زندی، سال گذشته شاهد اعتراضات کارگری گسترده در ایران بودیم و همچنین سرکوب فعالان حقوق کارگری. اختلاف تقریبا 20% هست بین نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران در که امسال تصویب شده. فکر میکنید که آیا این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به سرکوب معترضان؟ قطعا ادامه پیدا خواهد کرد، چون بسیاری از این اعتراضات کارگری در حالت اینیه که کارگری که 6 ماه حقوق نگرفته، 4 ماه دستمزد نگرفته، واحد تولیدیش به تعطیلی کشونده شده، هیچ گزینه دیگه ای نداره که به صورت جمعی بره و اعتراض بکنه. خب حالا بسیاری از این اعتراضات ممکنه در کارگاه‌های تولیدی صورت بگیره که ما اخبارش رو نمی‌بینیم و خبرگزاری کار ایران به روزنامه نگاراش دستور داده. ما اصلا حجم اخبار کارگری که در ایلنا میبینیم نسبت به سال گذشته به این دلیل کاهش پیدا کرده که دستوری داده شده که بسیاری از این اخبار رو انعکاس ندن، به دلیل اینکه اینا سیاه نمایی قلم داد میشه. بسیاری از این اعتراضات نه در مقابل مجلس، نه در پایتخت، بلکه در شهرستان ها انجام میشه و ما صدای این کارگران رو نمیشنویم. ما شاهد گسترش این اعتراضات خواهیم بود، چون این انتخاب ناگزیر برای کارگران که برای پیگیری دستمزدهای موقته، نه حتی مسئله افزایش دستمزد که الان واقعا دیگه مسئله دستمزدهای موقته است، مسئله بیکاری، مسئله بیمه بیکاری، بازم به اعتراض دست بزنند. متشکرم از شما. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار حوزه کارگری با ما. با گذشت بیش از 2 هفته از کاهش محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا در ایران، رئیس جمهوری می‌گوید مردم همچنان در خانه بمانند و تنها برای کارهای ضروری خارج شوند. این در حالی است که دولت از اعمال قرنطینه خودداری کرده و با بازگشایی کسب و کارها بسیاری از شهروندان مجبورند با استفاده از وسایل نقلیه عمومی در محل کار حاضر شوند و این نگرانی از شیوع گسترده این ویروس را بیشتر کرده. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 1000 مبتلای دیگر شناسایی شدند و 80 نفر هم جانشان را از دست دادند. باران عباسی گزارش می‌دهد. تصاویر تلویزیون ایران از صبح امروز تهران. ترافیک سنگین، اتوبوس‌ها و قطارها شلوغ. مدتی است که بیشتر کسب و کارها بازگشایی شدند و کارمندان چاره‌ای جز حضور در محل کار ندارند. دولت اما می‌گوید مردم خودشان فاصله اجتماعی را رعایت کنند. برای فعالیت و کار ضروری با احتیاط از خانه خارج شوید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خارج منزل بمانید و بعد برگردید به منزل. سخنانی مغایر با سیاست دولت در خودداری از اعمال قرنطینه در شرایطی که آمار کرونا همچنان رو به افزایش است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 1073 مبتلای دیگر به کرونا شناسایی شده و 80 نفر هم جان باختند. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به حدود 94000 نفر رسیده و حدود 6000 نفر هم جان خود را از دست دادند. این در حالی است که شماری از مسئولان از جمله نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند آمار واقعی بسیار بیشتر از ارقام وزارت بهداشت است. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، هم گفته دست کم 60 شهرستان از جمله همه مراکز استان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند. یعنی از فاصله گذاری اجتماعی. رئیس جمهوری اما میگوید دولتش در کنترل کرونا موفق بوده و حتی کشورهای دیگر به دنبال الگوبرداری از ایرانند. همه تشکر میکردن از اینکه ایران یک کار بسیار منسجم قویی برای مقابله با این ویروس انجام داده. حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از رهبران کشورها بودن که از من سوال میکردن که شما چجوری از فاصله اجتماعی به فاصله هوشمند آمدید. حسن روحانی همچنین از فراوانی امکانات مقابله با کرونا در کشور گفت. مردم آرامش دارن که اگر نیاز داشته باشن به مواد ضروری غذاییشون در فروشگاه‌هاشون موجوده، اگر نیاز داشته باشن به وسایل بهداشتی در فروشگاه‌هاشون موجوده، اگر مردم نیاز داشته باشن به تخت بیمارستانی خدای ناکرده موجوده.
یکی از این امکانات ماسک صورت است. به شهروندان تهران هشدار داده شده اگر ماسک نداشته باشند نمی توانند از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. بعضی از مخاطبان بی بی سی اما از سختی تهیه ماسک صورت گفتند. خیلی مثلا توانایی تهیه ماسک ندارن. اکثر هم که با اتوبوس و مترو رفت و آمد میکنن خب آدمای یا کارمند و کارگری هستن. از نظر مالی در حد نیست که بخوام ماسک دونه 40,000 تومان حالا 35-25 هم میفروشن تهیه بکنه یا نیست. من یه دونه از راننده های اسنپ هستم، والا ماسکی که بخوای درست حسابی از کرونا پیشگیری کنه نیست. دولت هم صبح تا غروب میاد میگه همه جا ماسک است و برین داروخونه، والا ما هر جا داروخونه میریم هر مغازه میریم ماسک نداره، از این پارچه های دستسازن و یا بیکیفیتن و یا اصلا نمیشه استفاده کرد. حضور پرشمار مردم در مکانهای عمومی تنها محدود به تهران نیست. در چهره شیراز هم اثری از روش‌های معمول دنیا در مقابله با کرونا دیده نمی‌شود. تصاویری که نگرانی‌ها از بازگشت شدیدتر این ویروس را بیشتر می‌کند. باران عباسی، بی بی سی. از پزشکان متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان‌های نیویورک در هشداری که در یکی از معتبرترین نشریات پزشکی آمریکا منتشر شده از رشد چشمگیر موارد سکته مغزی جوانان و میانسالان مبتلا به کرونا خبر دادند. اکثر این افراد هیچ پیشینه‌ای نداشتند که در حالت عادی آنها را در معرض این نوع سکته قرار دهد. پزشکان میگویند ظاهراً ویروس کرونا موجب تشکیل لخته‌های خون در بدن بیمار می‌شود. دکتر شهرام مجیدی استادیار بخش جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان مانسیانای نیویورک یکی از 16 پزشکی است که این هشدار را دادند. از او درباره مشاهداتش پرسیدم. مشاهدات ما مربوط میشه به اون 4 هفته‌ای که شامل اوج همه‌گیری کووید 19 در نیویورک میشه. ما شاهد بودیم که تعداد بیمارانی که با سکته مغزی شدید مراجعه میکنن بیش از 2 برابر شد. و همینطور وقتی بررسی بیشتری کردیم دیدیم که بیشتر از نیمی از این بیماران افراد جوانی هستند که بیماری های زمینه‌ای که ما به طور معمول در افرادی که سکته مغزی میکنن میبینیم رو درشون نمیبینیم. اینا افراد جوانی بودن که متوسط سنشون بیش از 20 سال کمتر از اون افرادی بود که کووید 19 درشون منفی بود و اینا با سکته مغزی بسیار شدیدی می اومدن و از نظر بالینی هم خیلی خوب نبودن. و اتفاقی که افتاد، خب ما با توجه به بررسی هایی که در چین انجام شده بود میدونستیم که درگیری های مغزی و سکته مغزی میتونه در افرادی که کووید 19 دارن دیده بشه. البته اونا مشاهده کرده بودن که این درگیری مغزی موقعی هست که شدت عفونت کووید 19 شدیده، بیمارانی که مشکلات تنفسی عمده دارن شدت بیماریشون شدیده و حالا سیستم های مختلف بدنشون درگیر میشه که شامل مغز هم میشه. یعنی اینا کسایی هستند که علائم کووید رو دارند میان به بیمارستان بعد سکته مغزی میکنن، یا اینکه نه اصلا اون علائم رو ندارند و به ناگهان سکته مغزی میکنن؟ اون مشاهده ای بود که در چین انجام شده بود. تفاوت مشاهده ما در نیویورک این بود که افرادی که ما میدیدیم علائم کووید 19 رو نداشتن. این ویژگی خاص مشاهده ما اینجا هست که این افراد سالمی بودن که اکثرشون علائم کووید 19 رو نداشتن، ولی چون پروتکل بیمارستان ما اینه که همه افرادی که وارد بیمارستان میشن باید تست بشن، ما همه اینا رو تست کردیم و دیدیم که اینا تستشون مثبت شد و در طول زمانی که در بیمارستان بودن به مرور اکثرشون حالا علائم تنفسی و دیگر علائم کووید رو پیدا کردن. اهمیت این یافته این است که نه تنها کووید 19 در موارد شدیدش میتونه باعث سکته مغزی بشه، بلکه میتونه فقط باعث عوارض عصبی مثل سکته مغزی بشه بدون درگیری عمده ریوی. سوال اینجاست که اگر که بیماری با علائم الان به بیمارستان بیاد و سکته بکنه، اما سکته رو بسیاری از پزشکان جزء علائم کووید ندونند، ممکنه که بهش رسیدگی نکنن؟ یعنی به جای اینکه ببرنش عملش بکنن به دستگاه تنفسی وصلش بکنن؟
حالا به این صورت بله، و ولی ما متاسفانه مواردی رو شاهد بودیم که بیمارانی بودن با کووید 19 در بیمارستان، بعد علائم عصبی داشتن و متاسفانه برای ساعت اولیه یا حتی چند روز این علائم به کووید 19 ربط داده شده بود و اونا بررسی خاص برای سکته مغزی نشده بودن و موقعی که به ما اطلاع دادن دیگه دیر شده بود که بشه رو اونا عمل انجام داد و یا درمانشون کرد. متاسفانه بله این موارد هم دیده شده. حالا ما امیدواریم با این آگاهی بخشی که انجام میشه این موارد کمتر بشه و کادر درمانی هوشیارتر باشن در این زمینه. آقای دکتر، توصیه‌تون به پزشکان در ایران چیه؟ اگر که موارد مشابه دیدن چه باید بکنن؟ خب توصیه‌ای که به پزشکان و همینطور مردم عادی میشه بعد از این مشاهداتی که ما داشتیم، خب اینه که باید هوشیاری بیشتری داشت در رابطه با نحوهی که این ویروس بدن رو درگیر میکنه. خب اطلاعات ما در مورد این ویروس همچنان داره بیشتر میشه. ما قطعا همه چیز رو نمیدونیم، ولی الان میدونیم که این ویروس میتونه باعث عوارض عروقی و ایجاد لخته در بدن حتی در افراد جوان بشه. پس باید هوشیار بود و افرادی که با سکته مغزی میان باید تستشن حتما برای کووید، و چون اگه مثبت باشه نحوه درمان و نوع پروتکل درمانی باید براش متفاوت باشه. و توصیه برای مردم این میتونه باشه، درسته که ما از خیلی از شهرهای دنیا الان باید افراد توصیه میشه که در خانه بمانند و مگر اینکه مسئله اورژانسی باشه بیان بیرون، ولی اگه علائمی دارن که میتونه گواه بر استروک باشه که شامل مشکلات تکلمی، ضعف در یک طرف بدن یا مشکل بینایی هست، نباید این باعث شه به خاطر ترس از کووید به اورژانس زنگ نزنند. دکتر شهرام مجیدی بود، استادیار بخش جراحی مغز و اعصاب. خانواده و وکلای سیروس عسکری، استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران که در زندان اداره مهاجرت آمریکا به سر می‌برد، گفتند او کرونا گرفته. آقای عسکری به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سرقت اسرار تجاری متهم شده بود، اما 6 ماه پیش بعد از تقریباً 3 سال محاکمه از این اتهامات تبرئه شد. ولی او به دلیل باطل شدن ویزایش توسط اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شد. آقای عسکری هشدار داده بود که با توجه به وضعیت بهداشتی زندان ممکن است به کرونا مبتلا شود. مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در نیویورک در مورد وضعیت او ابراز نگرانی کرده. محمد حسین عسکری فرزند او از نیویورک به ما پیوسته. آقای عسکری، ابتدا از وضعیت جسمی پدرتون به ما بگید. آیا آزمایش کرونا انجام شده؟ قطعی شده که ایشون مبتلا به کرونا هستند؟ بله، ایشون از روز ساندی، روز یک شنبه ایزوله هستن و همون روز تست شدن و دیروز تستشون مثبت از آب درآمد. آیا دسترسی به پزشک، بیمارستان، دارو دارن؟ الان در بخش درمانی اون زندانی که هستش تحت نظارت هستن، اکسیژنشون نظارت میشه، منتها امکانات اونجا مثل امکانات بیمارستان نیستش و راه ارتباطی ما هم با ایشون قطع، فقط روز یه بار از طریق وکیل میتونیم باشون صحبت کنیم. توضیح مقام های قضایی چیه؟ با توجه اینکه پدر شما تبرئه شدند و شما هم گفتید که ایشون قصد داشتن به ایران برگردن، چرا هنوز 6 ماهه که باز داشتن؟ دلیل اصلیش خب اختیارات بسیار زیادیه که از سال 2003 به آیس داده شده در بعد به احداث و بعد از اون مسئله کرونا، در واقع 3 ماه بعد از اینکه ایشون آیس رو گرفتن کرونا در ایران به اوج خودش رسید، بعدش هم در آمریکا شروع به رشد کرد و خب مسئله دیپورت کردن ایشون رو با مشکل مواجه کرد. آیا شما تونستید براشون وکیل بگیرید؟ وکیل در پیگیر پرونده هست؟ بله، الان چند تا وکیل پیگیری پرونده ایشون رو انجام میدن و همچنان از طریق یه سری سناتور و اعضای کنگره ما پیگیری این هستیم که ایشون رو آزاد کنن به سرپرستی من و خواهرم. الان با توجه به اینکه تست کرونا ایشون مثبت شده، آیا امکان این هستش که ایشون بتونن مرخصی بگیرن از بیمارستان خارج شن؟ علاش ما اینه که
قبل از اینکه به بیمارستان برن به سرپرستی ما آزاد بشن در لوئیزیانا که ما بتونیم از ایشون مراقبت کنیم. ترجیح اینه که ایشون رو بیمارستان نبرن، منتها اگر اون آپشن رو نتونیم بگیریم اگر بتونن ببرن بیمارستان برای اون داریم فشار میاریم به آیس. آیا مقام های ایرانی هیچ حمایتی از شما کردن، تلاشی کردن برای اینکه پدر شما رو بتونن آزاد کنند؟ بله، پیگیری زیادی کردن، منتها از جانب آیس موافقتی نشده برای اینکه پدر رو اجازه بدن که سوار هواپیما کنند و از کشور خارج کنند، منتها پیگیر قضیه بودن. آقای عسکری، میشه کمی راجع به پرونده‌ای که ایشون تبرئه شدن، فکر می‌کنید ممکنه در واقع بازداشت پدر که تمایل داشتن قصد خروج از آمریکا رو داشته باشن، فکر می‌کنید ارتباطی به پرونده‌ای که ایشون درش تبرئه شدند داره؟ امکانش کم نیستش. این کیس هایی که در واقع توی دادگاه فدرال انجام میشه، بسیار تعداد بسیار زیادیشون منجر به شکست دفندنت میشه، منتها ما چون تونستیم در واقع بعد از 2.5 سال کیس رو ببریم و به محض اینکه بردیم در خود دادگاه ایشون رو دستگیر کردن، من حدسم اینه که ممکنه ارتباطی داشته باشه با این قضیه. امکان شکایت دارین اگر که این گمان رو میبرید که این دوتا به هم ارتباط داره؟ بله، امکان شکایت وجود داره، منتها همونجوری که خدمتتون عرض کردم اختیاراتی که در قوانین امیگریشن آمریکا داده شده به آیس بسیار زیاده و آیس حتی در چند هفته اخیر با تصمیماتی که در واقع بهشون ابلاغ شده از طریق در واقع دادگاه‌های آمریکا که افرادی که بالای 50 سال هستن و مرتکب جرمی نشدن رو آزاد کنن، حتی با اون دستورهایی که بهشون ابلاغ شده همکاری نمی‌کنن و تنها راه ما پیگیری مستمر قانونیه. متشکرم. محمد حسین عسکری، فرزند سیروس عسکری که در زندان اداره مهاجرت آمریکا در بازداشت. از بین 5 لیگ بزرگ فوتبال جهان، فرانسه اولین کشوری است که گفته مسابقه های این فصل را نیمه تمام رها می کند. فدراسیون فوتبال فرانسه هنوز درباره سرنوشت قهرمانی، سهمیه و سقوط تیم ها به دسته های پایین تر لیگ های حرفه ای اش تصمیم نگرفته. اما به نظر می رسد باشگاه های این کشور چاره ای جز تعطیلی تا فصل آینده ندارند. هرچند در بقیه لیگ های بزرگ اروپا اولویت همچنان به پایان رساندن مسابقه های این فصل است، حتی اگر بازی ها پشت درهای بسته انجام شود. آخرین باری که در پاریس یک مسابقه فوتبال برگزار شد این اتفاق افتاد. تماشاگرهایی که به استادیوم راه نداشتند در خیابان‌ها جمع شدند. حالا دولت فرانسه وارد عمل شده و برای جلوگیری از شیوع کرونا همه برنامه‌های پرجمعیت این کشور تا پایان تابستان را تعطیل کرده. برای اینکه برنامه ریزی رویدادهای پرجمعیت راحت تر شود، ما همه برنامه‌هایی که در آن بالای 5000 نفر حضور دارند را تا ماه سپتامبر لغو می‌کنیم. به این ترتیب مسابقات ورزشی فصل 2019-2020 به خصوص لیگ فوتبال دسته اول کشور تعطیل می‌شود. تصمیمی که در پارلمان فرانسه با تشویق روبرو شد، ولی دست فدراسیون را برای تکمیل بازی‌های امسال عملاً بست. با خط حمله ای به ارزش 500 میلیون دلار و 12 امتیاز اختلاف در رتبه اول جدول، پاریس سن ژرمن بازنده بزرگ نیمه کار ماندن این فصل فوتبال فرانسه است، حتی اگر فدراسیون آنها را قهرمان اعلام کند. اما شاید برای مالک پولدار قطری پاریس سن ژرمن هنوز این فصل به پایان نرسیده. با توجه به اینکه پاریس سن ژرمن به 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیده، ناصر الخلیفه مالک قطری باشگاه امروز صبح به یک رادیوی محلی در فرانسه گفته در عین حال که به تصمیم دولت احترام می‌گذارد، تیمش آماده است تا در دور بعدی لیگ قهرمانان به میدان برود، حتی اگر مسابقه در کشور دیگری و پشت درهای بسته انجام شود. البته تیم‌های دیگری هم در لیگ هستند که احتمالاً از تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال فرانسه سود می‌برند. به طور مثال آمیان، تیم سامان قدوس، که احتمالاً با وجود نتایج ضعیف به دسته پایین‌تر نخواهد رفت. به نظر می‌رسد نمایندگان فرانسه در مسابقات اروپایی فعلاً روی بازگشت کشورهای دیگر به مسابقات فوتبال حساب می‌کنند. به خصوص آلمان که بهتر از بقیه کشورهای اروپای مرکزی در کنترل بیماری همه‌گیر کووید 19 موفق بوده است.
در حالی که اکثر باشگاه آلمان در این لحظه مشغول تمرین هستند و قرار هم شده مسابقه ها تا چند هفته دیگر از سر گرفته شوند، هنوز سوال های زیادی هست که پاسخ داده نشده. برنامه ریزی کردن یا طرحی رو ارائه کردن که میگن حدود 20,000 تست کرونا میخوان از بازیکن ها بگیرن، و خب سوال اینجاست که اگر یک بازیکن تستش مثبت شد چی میشه؟ آیا این کل تیم و کل کادر فنی باید در واقع قرنطینه بشن یا نه؟ انتقاد شده که این تست های کرونا به جای آزمایش شدن روی بازیکنان فوتبال باید در جاهای مهمتری مصرف شوند، و حتی اگر نگرانی از بابت تیم ها و بازیکن ها هم برطرف شود، باز هم مشکلات دیگری وجود دارند که ممکن است در ادامه راه درد سرساز شوند. یک انتقادی که میشه این هستش که بازی ها باید در استادیوم های خالی برگزار بشه، اسمش هم گذاشتن بازی جلوی ارواح، و خب سوال اینجاست که شما چطور میتونید تضمین کنید که در استادیوم خالی بازی کنید اما هوادارها نیان و بیرون استادیوم جمع نشن؟ و این یک سوال بزرگی هست که رئیس فدراسیون فوتبال آلمان گفته که من میدونم که هوادارهای ما هم در واقع حواسشون هست و این کار رو نخواهند کرد، اما به هر حال تضمین قطعی وجود نداره. این زمین تمرین آرسنال در شمال لندن از جمله تیم‌های لیگ برتر انگلیس که از چند روز پیش تمرینات را از سر گرفتند. برخلاف فرانسه، اینجا همچنان همه به دنبال راه حلی هستند تا هر طور شده مسابقه‌های این فصل به پایان برسانند. اما همه هم می‌دانند شرایط عادی نیست و تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شوند ممکن است فردا ضمانت اجرا شدن نداشته باشند. اما برای عاشق فوتبال فرقی ندارد که رویایش از او چقدر دور و دورتر شود. تا وقتی علاقه هست نمی شود امید را از او بگیری. پوریا جعفره، بی بی سی. رعنا فرهان خواننده‌ای که موسیقیش تلفیقی از سبک‌های جاز و بلوز و موسیقی سنتی ایرانی. او این روزها به همراه جزمین کارا ترانه منتشر کرده به نام میریم به آسمونا. خانم فرهان میگه این قطعه پیامی داره که همه این روزها به اون احتیاج دارن. رعنا فرهان خواننده و آهنگساز جاز و بلوز از نیویورک با ما. خانم فرهان خوش آمدید به برنامه. اول از پیام این اثر جدیدتون بگید که فکر می‌کنید در چنین روزهایی میتونه به همه ما کمک کنه. خیلی ممنون که من دعوت کردین، خیلی خوشحالم که توی برنامه‌تونم. راجب پیام این آهنگ اینه که این آهنگ راجب امیده و راجب اتحاده و راجب میدونی این روزا ما هممون غمگینیم، هممون مشکل داریم و این بیشتر و بیشتر احساس میشه الان، و میدونی راجب اینه که اگه من ناراحت بودم شما میدونی همیار من باشین، همیار اگه لغت خوبیه، و منو تسکین بدین. اگه شما مشکلی دارین من راهو بهتون نشون بدم و قوی باشیم، ما با همدیگه قوی تریم. خانم فرهان شما در نیویورک زندگی میکنید، یکی از ایالتهایی که آمار ابتلا به کرونا درش خیلی زیاد بوده، قرنطینه سفت و سختی هم اونجا در جریانه. شما روزهای قرنطینتون رو چطور میگذرونید؟ روزهای قرنطینه همطور که میگین اینجا خیلی فرق کرده برای ما که عادت داریم که همیشه همه چی همه مردم همه دور هم باشیم و پشت همه جا شلوغ باشه. ما الان بیشتر مثلا خیلی احساس تنهایی بیشتری میکنیم. من شخصا دوست دارم که روزم رو بازم سعی میکنم با موزیک و میدونین البته یه ذره مشکله تو این موقعیت که آدم میدونین چیز پشت کار داشته باشه، بیشتر آدم سعی میکنه فکر کنه که خب ناهار چی بخوریم، میدونین شام چی کار بکنیم و فکرمون، و خدا رو شکر که میدونین این امکانا باز هستش برامون، و ما اینو مدیون کسایی هستیم که دارن با این موقعیت دارن
کار میکنن میدونین، و توی همه جا دکترها، پرستارا، اونایی که توی سوپرمارکت ها هستن، اونایی که این امکانه این میدن که زندگی باز یه جوری میدونین چرخش به چرخه. خیلی میگن که این سکونی که داریم تجربه میکنیم به دلیل بحران کرونا باعث شده که به یه سری ارزش هاشون فکر بکنن، تلاش بکنن تحولی در زندگی ایجاد بکنن. آیا شما فکر میکنید که تأثیر مثبتی ممکنه داشته باشه این تجربه درتون؟ من همیشه سعی میکنم که مثلا یه جوری یه چیز مثبتی پیدا بکنم و میدونین ببینم که تو این موقعیت مثلا من چی کار میتونم بکنم، و همونطور که گفتم ولی مشکله میدونین این که آدم بتونه تمرکز داشته باشه، با اینکه میدونین مثلا همیشه آدم میگه اگه من وقت داشتم مثلا این کتابو میخوندم، این کارو میکردم، این کتابو مینوشتم، الان وقتشه، ولی یه ذره میزنیم مشکل دیگه. فکر کنم هر چقدر که بیشتر میگذره ما میتونیم بیشتر خودمون رو یه جوری میدونیم مطابقت بدیم، ولی از یه طرف هم بعضی هستن که بیشتر و بیشتر این احساس نگرانی و میدونیم تشویش توشون بیشتر میشه. اینه که اگه با همدیگه بتونیم ارتباط برقرار کنیم هر چقدر بیشتر، من فکر میکنم که کمک میکنه به همون. دلتون برای چی بیشتر از همه تنگ شده؟ الان بله دلم فکر میکنم برای اون میدونین توی نیویورک وقتی شما راه میرین یه احساس مثلا یه انرژی هستش که فکر میکنم تو تهران تو شهرهای بزرگ خیلی اینجوریه، اون انرژی که دورور آدم هستش و همه دارن میان و میرن، فکر میکنم برای اون انرژی یه ذره دلم تنگ شده. و بعد از قرنطینه اولین کاری که میکنین چیه؟ بعد از قرنطینه فکر کنم همجوری برم تو خیابونا راه برم با بدونیم برم سنترال پارک همجوری با آدما مثلا برم تماشا کنم اگه مثلا دارن بیسبال بازی میکنن یه ده یا دارن سوار چرخ و فلک میشن و اینا، مثلا میدونین برم جایی که مردم بیشتر جمعن. متشکرم رعنا فرحان، اجازه بدید این اثر جدیدتون به نام میریم به آسمونا رو با هم ببینید. حتما. اگه خواب بشم تو رویای تو، اگه ماهیم بشم توی دریای تو، اگه I'm
رنا فرهان کماکان با ما هستند. خانم فرهان، بسیاری از موزیسین ها نگران بحران کرونا بر صنعت موسیقی هستند. شما آینده صنعت موسیقی رو چطور میبینید؟ درسته، الان موزیسین ها خیلی مشکل خیلی بزرگی دارن، برای اینکه نمیتونن اجرا بکنن و نمیتونن، میدونین، براشون کاملا عوض شده الان سیستمشون، و من فکر میکنم که بعد از تکنولوژی بیشتر بهره بگیریم و کنسرت های مثلا خانگی یا میدونین ارتباط برقرار کردن و مثلا ضبط کنن برنامهاشون بذارن روی اینترنت، و خب تنها جوریه که ما میتونیم الان یه جوری برنامه بذاریم. و خب کم کم شاید میدونین یه ذره مبتکرتر بشیم و شاید مثلا نمیدونم بتونیم مثلا یه فکرای جدیدتری بکنیم، ولی در حال حاضر چه چیزی باشه که ما ضبط بکنیم چه به طور لایو بخوایم اجرا بکنیم، میتونیم یه جوری حتی با همدیگه همکاری بکنیم و مثلا هر موزیسین قسمت خودش رو بزنه، ضبط کنه، با همدیگه اینا رو ادیت کنیم و بعد مثلا نشون بدیم، یه همچین حالتی. متشکرم رنا فرهان، خواننده از نیویورک با ما. خیلی ممنون. در قطعه خانم فرهان در کنار هم با هم با این بحران جهانی می جنگیم. به پایین بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.